این آخرین بار چوب ماست. اینجا یکم دیگه هنوز هست، ولی خب باید الان اینا رو از پایین آوردم توی زیرزمینون بودن. البته ما زیاد خریدیم، خونه مامان علیسان است، بعد برم باز بیارم، ولی خب چیزی که تو خونمونه فعلا فقط همینه. اینا رو بچینیم و بعد اگه شد یه آتیش روشن کنیم، یکم همونجا باید تمیز بشه. اینو ببینید، انگار دقیقا برای اینجا ساخته شده. اینجا رو در حال ساخت سوشی هستیم برای امشب. برو برو. مقداری چسب، یعنی برنج میزنیم اونجا که به چسبونه ببندش. برای بریدنش علی سومت کمکم از پشت و حالا من دستی فیلم نگیرم. برای بریدنش یه چاقوی تیز میخواین، آب سرد و بعد به این صورت. آه راست، اینم بگم که ما یکم گذاشتیم که این یکم به اصطلاح سرد بشه، یکم میذاریم سرد بشه بمونه توی یخچال، چون برنجش گرمه و یکم یه کوچولو سرد بشه. حالا من اینم خیلی گنده بریدم، حتی این سوشی گنده هست، برای همین کلا یکم چیز هست، بزرگ هست خودش. همینجوری ببینین که این آخریه رو گند زدم بهش، چون که چاقو رو خیس نکردم. این خیس نکنین و باریک ببرین اینجوری میشه، تیکه پاره میشه. علیسان که تقصیر تو. ببینید یکم پاره شد، ولی اینو من خیس کردم پاره شد. دلیلش اینه که اولا که این مدلی که ما این سری خریدیم این یکم نازک بود، این چیزا سی وی داد نوشته، این یکی چون زخیم بود کلا سوشیه، برای همین اصلا کلا یکم جوداش میزد بیرون و این خودش هم جود آماده بود که بپکه. ببینید الان این ور من نشون بده، ببینید این داره باز میشه، مثلا اینو نمیبرمش. خب در همین حینی که ما داشتیم سوشی ها رو میبردیم، اینم شروع کرد به هول زدن. کاری کم جا به جاش میکنم و چای میزیم توش. داغ بود، هیچ وقت این کار تو خونه انجام ندید. مقدار زیادی چای، البته زیاد نه، نه یه چای آتیشی مشتی. چی بود در رفت؟ خستگیان بود در رفت با چای آتیشی. بریم تو کارش. من عاشق سوشی هم. راستی توی کامنت ها بنویسین که آیا شما سوشی دوست دارین یا نه. بخیر هم خودش یک کامنت دیگه کامنتی میاد، ولی خب نشدی بنویسین که طرفدار سوشی هستین یا نه، یا که اصلا امتحان کردین تا حالا. چون بعضی ها ماهی خام دوست ندارن، البته اینکه ما داریم با تون ماهیه که همچین هم خام نیست، یعنی پخته شده است. چون ما با هرچی که تو خونه داشتیم درست کردیم، معمولا خب با سامون درست میکنن، حالا یه نوعش هم با تون هست. بگیم که شما امتحان کردین و آیا دوست دارین یا نه. البته فکر کنم do we have frozen salmon maybe, I don't know, maybe. شاید ما داشتیم ولی خب فکر نداریم و همینجور فعلا یه مدل درست کردیم. معمولا دو سه مدل درست میکنیم. ببینیم تو کارش. ابتدا این را به این صورت گرفته، اینا دارن میترکن ها، فکر نکنیم که من خرابش میکنم. وازابی میزنیم، عاشق طعم وازابیه. کسایی که اهل تندخوری اینا هم شاید وازابی هم تانکه هایی میدونیم. وازابی اگه نمیدونین یک نوع گیاه شبیه تروب قرمز خودمون، یعنی از همون خانواده است، ولی خب فکر کنم سبزه، من دقیق نمیدونم چه شکلیه. بعد این ژاپنیه، دیگه سوشی هم خب ژاپنیه دیگه. بعد یه خیلی تند و خفن اینجوری کوچولو میزنی، بعد اینو یه مقدار کوچولو میزنی داخل سس سویا. من شاید خیلی زدم الان. پس خب من این نکته اضافه کنم که این به اصطلاح سی ویدای که ما گرفتیم، بچه من واقعا فارسی نمیدونم چیه، اگه میدونین لطفا بگین به من. این جلبک دریایی که برای سوش استفاده میشه دورش، ما این سری اولین بار بود از این گرفتیم. ما همیشه اینو میگرفتیم، این مارکه، این خیلی خوبه. این سری من رفتم غیوه اینو نداشت، بعد مجبور شدم اینو بگیرم که تالا نهیده بودمش و خیلی نازوک هستم. ببینین و اصلا نمیتونستیم چیز کنیم، این تمیجور داره پاره میشه. این یکم
خیلی نازک بودن و به درد نمیخورن. خلاصه اگه خواستین بگیرین از این نگیرین، خوب نیست. اگه دیدین اینو بگیرین. امروز روز آخر قرنطینه منه، مثلا میخواستم برم بیرون این روز آخریه رو، همه چی یخ زده، -7 درجه. حالا اینجا خیلی قشنگ به نظر میرسه ولی خیلی سرده بیرون. نم شانس ما یه رای بینیم برا یه سوالی که از من پرسیده بودین توی یوتیوب که من خیلی تعجب کردم این بود که چه قهوه‌ای میخوری؟ بعد 15-16 نفر اینو لایک کرده بودن و من تعجب کردم که چرا یه همچین چیزی اینقدر طرفدار داره. حالا میگه 15-16 تا خیلی نباشه ولی خب نسبت به بزرگی پیج من وقتی که یه کامنت 15-16 تا لایک مثلا توی یک روز بخوره یعنی خیلیه. و من خیلی تعجب کردم که چرا یه همچین چیزی براتون مهمه. حالا من جواب سوالتون میدم ولی قبلش میخوام یه چیزی بهتون بگم. بذار اصلا بریم پایین اونجا جایی که دست و قهوه است اونجا بهتره به نظرم. ببینید اصلا به نظر من نباید براتون مهم باشه که حالا نمیدونم برای چی اینو پرسیدین، لطفا بهم بگین که چرا براتون مهمه. ولی این نظر منه که نباید براتون مهم باشه که مثلا یکی مثل من چه نوع قهوه‌ای می‌خورم، مثلا چیکار می‌کنم، اینا زیاد نباید براتون حالا جذاب باشه. به نظر شما باید اون کاری رو بکنید که خود دوست داری. اگه یه قهوه دیگه می‌بینی، یه برند دیگه می‌بینی، چون مخصوصا فکر کنم منظورتون برنده یا نوع قهوه‌ای که من مصرف می‌کنم، اون چیزی رو مصرف کن که دوست داری. حالا نه فقط قهوه، هر چیزی، مثلا هر کاری توی زندگی، اون کاری رو بکن که خود دوست داری، خود ازش لذت می‌بری. اگه یه قهوه ارزون هم هست، به درد نخور، ترین قهوه دنیا هم باشه، ولی شما ازش لذت می‌بری، از اون طعمش لذت می‌بری، خب استفاده کن، حالشو ببر. علیسا باید تماس بگیره چون ما هوم آفیس می‌کنیم و بعد من ادامه میدم. سلام سارا. آقا ختم کلام. کاریو بکن که دوست داری، اصلا برات مهم نباشه که مردم چی فکر می‌کنن راجبت. من اینو خیلی تجربه کردم مثلا با همین یوتیوب، اینستاگرام، اینا اصلا کاری به این چیزا نشه که مردم چی راجبت فکر میکنن. کار خودتو بکن اونجوری که دوست داری. بریم برای قهوه. من میخوام باز جواب یه سری دیگه سوالاتونو بدم که هر از گاهی تو اینستاگرام ازم پرسیده میشه. یکی از سوال اینه که چرا روی قهوهت این رنگیه و مثلا قهوه‌ای روشنه یا حالت کرمی رنگ داره. ببین من اسپرسو میخورم، خب میدونم برای بعضیتون این حوصله سربر ممکنه بشه ولی خب بعضی نمیدونن. اون قهوه که شما میخوری که میگی چرا قهوه من سیاه، قهوه شما این رنگی روش، قهوه من اسپرسوه و روش یه چیز داره به اسم کرما که اصلا این مهمترین بخش اسپرسوه. حالا نشون میدم وقتی قهوه درست کنم، شما قهوه که درست میکنید توی خونه احتمالاً این کرما رو نداره چون اون قهوه معمولیه، یا اسپرسو تو اشتباه درست میکنی که کرما نداره، چون این میگم یه بخش خیلی مهم از اسپرسو و حتما باید باشه و اجرای امضای اسپرسوه. یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، حالا توی جعبه مخصوصا قهوه من نوشه که اگه که سابسکرایب نکردی ممنون میشم که رو دکمه سابسکرایب کلیک کنین. چی داری میگی؟ و اگه که ویدیو رو لایک نکردین یه لایک بزنین روش. اگه ویدیو دوست دارین ممنون میشم ویدیو لایک کنین تا اینجا که کمک میشه به پیج من. قهوه که من میخورم، ببین من نمیخوام اصلا چیز کنم بگم تبلیغ باشه یا چیز، من چیز خاصی نمیگیرم. من مثلا این لاواتزا رو دارم، میگم من اون چیزی که راحتمو میگیرم مثلا از سوپرمارکت میگیرم، هر از گاهی قهوه از روستریا میگیرم، جایی که قهوه رو تازه درست میکنن. ولی خب چون که وقتم کمه و حوصله ندارم همیشه برم اون جور جاها قهوه بخرم، هر از گاهی که ما میرم سوپرمارکت همونجا یه بسته قهوه من اینجوری راحت برمی‌دارم. یعنی این برای من راحت‌تره ولی بعضی وقتا قهوه خوبم میگیرم. اینم این چیزیه که من ازش راضیم. حالا من اسپرسوشو میگیرم، خوبه دیگه، در کل من راضیم. حالا میریم که یه دونه با هم درست کنیم. من قهوه پودر کرده دارم ولی خب یه دونه با هم دیگه درست میکنیم. حالا توی دوربین من یکم روشن‌تر از واقعیت نشون میده، نمیدونم برای چی، شاید الان بتونیم بهتر رنگشو ببینیم. بریم برای کاش میشد بوشم توی ویدیو گنجون. عاشق بوی تازه، بوی قهوه‌ای که تازه خورد شده است. ببین وقتی که یه دسته اینجور کار رو میکنی داستان میشه.
خب پورتو فیلتر نوش میگن، اینو میذاریم اینجا. و برای اسپرسو فکر کنم 7 یا 8 گرم میگم، من همینجوری معمولا میریزم تا پرش کنم چون من یکم سنگین میخورم، قهرمان سنگین وزنم. وقتی قهوه ریختیم روشو اینجوری صاف میکنیم با انگشت که یه جورایی همجاش پخش بشه، اینجوری نباشه مثلا اینجا اینجوری باشه بعد شما وسطش رو فقط خیلی فشرده کنید، چون بعد از این حرکت ما بعد اینو به اصطلاح تمپش کنیم و اینو بزنیمش. خب نه خیلی فشار بدی، حتی یه وزن خاصی داره که بعضیا میگن وقتی این شروع کنی بود برای تمرین کردن تو زیر رو ترازو مثلا دقیقاً چقدر مثلا چه اندازه چند گرم بعد بهش فشار بدی، ولی خب من اون راستش بلد نیستم، من خودم همین جوری که خودم میدونم یه کوچولو فرآیند رو درتی صاف کنی، نه بعد خیلی فشار بدی. و اگه این خیلی چیز باز نکته خیلی مهمی برای استرسو، اگه فشار ندی یا کم فشار بدی خوب نیست، اگه بیش از حد فشار بدی بازم خوب نیست. من دستگاه رو روشن کردم که یکم گرم شه. یه چیزی که حالا برای اسپرسو احتمالاً کسی که اسپرسو خوان خودشون میدونن، چون که اسپرسو کلن خیلی کوچیکه، کلن 30 میلی لیتره فکر کنم، برای همین تا میریزی داخل کاپش چون این به اصطلاح فنجون خیلی سرده، اون قهوه رو چون حجمش خیلی کمه به اصطلاح تمام گرمای قهوه‌تون میاد به این فنجون و قهوه‌تون سریع یخ میکنه، برای همین همیشه باید این کاپ ها رو، این فنجون ها رو باید گرمش کنی از قبل. من الان آب جوش گذاشتم. اینو میذاریم یکم گرم شه، یعنی یه کوچولو که داخلش بمونه در حدی که اون فنجونمون داغ شه کافیه. الان فنجون داغه. آها ریخ رو انگشتم. اون پورتوفیلتر رو میذاریم سر جاش. یه چیزیم راجع به حالا این بگم که دستگاه های قهوه معمولا اینجاشون الان مثلا اینجا داغه، این داغ نیست ولی گرمه، معمولا اینجا گرمه که شما کاپاینر رو میذارید روش. حالا دستگاهی که مثلا خیلی حرفه‌ای ترن دیگه جای بزرگ دارن و بیشتر گرم میکنن که شما کاپا رو میذارید اینجا که کاپا یا اون فنجوناتون گرم باشه که وقتی شما قهوه درست کنی به اصطلاح خیلی سرد نشه قهوه‌ت. خب الان که ما اینو گذاشتیم دیگه آماده است فنجونمونم که داغ. من یک کوچولو دوست دارم بیارمش بالا که اون حبابای گنده تشکیل نشه داخلش، دوست ندارم. اینو معمولا میچسبونم اینجوری. این به اصطلاح اون کرمای اسپرسو هست. خب حالا من میخوام این قهوه رو امتحان کنم ببینم چه جوریه. مثل همیشه هست خوبه. یاره خیلی خاص نشده مثلا بگم که واو عالیه الان، چون مثل قهوه‌ای که امروز خوردم یعنی برای من همیشه همینه دیگه، ولی خب من همیشه ازش لذت می‌برم و دوستش دارم. توی بخش کامنت هم بگین که آیا شما قهوه خور هستین یا نه، یا که چای خور هستین، چون بعضی‌ها چای بیشتر ترجیح میدن. خلاصه این که بگین و نظرتون کلا راجع به این ویدیو چی بود. اگه کم ایراد چیزی از من می‌خواید بگیرین بگین، اشکال نداره. من طرز قهوه درست کردنم چجوری بود، چون می‌دونم خیلی هستن که خیلی بهتر از من قهوه درست می‌کنن. مرسی که ویدیو تماشا کردین، من برم سر کارم. دیر میشه تا بعد. خب ما یه هایی تصمیم گرفتیم که بریم بیرون، یعنی یه قدم بزنیم تا هنوز یکم آفتاب هست، ولی من یادم اومد که یه چیزی رو راجع به اسپرسو جا دارم بهتون بگم که جزء اطلاعاتی بودیم خواستم بهتون بدم. خواستم بگم که برای اسپرسو دو تا فاکتور دیگه خیلی مهم، من فقط اون پرس کردن رو گفتم و البته نوع قهوهش مهمه، گفتم این اطلاعات حالا اضافه تر بگم. نوع اون قهوه که شما استفاده میکنی، نوع روستت، یعنی روستش خیلی مهمه، چون با اون روستش مثلا قهوه اسپرسو به اصطلاح بهشون میدن. بالاخره شما خیلی داستان داره، مثلا عربیکا داریم، روبوستا داریم، ولی خب حالا من خیلی خلاصه تر بخوام بگم این که شما روستو داری، شما اون کوبوندن قهوه رو داری، فشار دستگاه رو داری که اصلا دستگاه اسپرسو از کلمه ایتالیایی فکر کنم همین اسپرسو باشه که یعنی فشار دادن، چون دستگاه اصلش اگه دیده باشی یعنی قدیمی‌هاش اینجوری بوده که اینجوری اهرم داشته اینجوری میورد پایین، جلتا الان خیلی گرونن چون نوستالژی هم. خلاصه اون که اون فشاری که روی آب میذاره که از قهوه رچه اون خیلی مهمه، فکرم 9 باره، حالا دقیق نمیدونم میذیر مینویسم. و دمای آب برای قهوه اسپرسو برخلاف بقیه قهوه، مثلا بعضی از قهوه رو شما با آب جوش درست میکنی، برای این آب جوش نیست، دماش یکم کمتره، فکرم نزدیک 92-93 درجه، دقیق نمیدونم، باز این زیر نویسم. خالص خواستم بگم که این چند تا فاکتور مهم و اسپرسو داره. و این دستگاهی که ما داریم، اینم باز خیلی میپرسین ازش،
این دستگاه رو ما خیلی راضییم، یعنی من قبلا دلونگی داشتم تو ایران و 4 سال هنوزم داره البته کار میکنه، 7-8 سال شده الان، 4 سال برای ما مثل چی کار کرد بدون هیچ مشکلی. حالا میگم 4 سال کار کرد بدون مشکلی، هنوزم داره بدون مشکل کار میکنه، ولی خب بعدش من اومدم آلمان و اینکه برای همین دیگه این سری هم همین دلونگ گرفتیم و خب دستگاه کیفیت ساختش خیلی خوبه و شما باش میتونی کاپوچینو درست کنی، اینجا میتونی باهاش کاپوچینو درست کنی. علیسا منتظر منم، عجله میکنم میرم تا خورشید نرفته. خلاص اینکه باش همه چی میتونی درست کنی، چون بخار هم میزنه دیگه، از این چیز بخارشه و شما حتی از اینجا آب داغ هم میتونی بگیری. الان من باز کنم آب داغ میزنه بیرون، امتحان کنم چون آماده است دستگاه، اینجا آب داغ میاد بیرون. خلاصه این که دستگاه همه کاری میکنه، لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، میتونین چک کنین، اگه دوست داشتین میتونین بگیرینش. میگم من خیلی ازش راضیم و کیفیت ساختش هم خیلی خوبه. دیدم بعد برم. I was told there would be sun. علیسا گفت خورشیدیه، یعنی آفتابه، بریم بیرون، آفتاب دیگه نیست و خیلی سرده. من همینجوری همیشه اشتباه میکنم، تو خونه گرمه و میگم هوا خوبه دیگه، همینجوری میریم بیرون، با اینکه میدونستم امروز خیلی سرد، با تیشرت فقط دارم یخ میکنم. 5 دقیقه نشد اومدیم بیرون، 2 دقیقه فکر کنم دارم یخ میکنم. ببینین بهتون قبلا گفتم توی آلمان وقتی که یه چیزی لازم ندارن میذارن دم خونه، بعد یه متن میذارن میگن که مثلا اگه میخواین با خودتون ببرید. حالا اینا خیلی جذاب نبود، بعضی وقتا یه یخچال میذارن. نه مثلا یه بار دم خونه ما یخچال داشته بودن، نوشته بود که حتی روش نوشته بود که سالمه، چون بعضی مثلا ممکنه خراب باشه بزنن در، روش نوشته بود که سالمه مثلا میتونی با خودتون ببرید. اینجا هم که جاییه که من بعضی وقتا میدوام. صبحتون بخیر. من دیگه نمیخواستم به این ویدیو اضافه کنم ولی صبح بیدار شدیم، یعنی الان روز بعدیه و دیدیم داره بارون میاد. قبل از کارمون گفتیم تا موقعیتش هست بریم استفاده کنیم از برف. انصافا فقط به لذتشه، خیلی خوب بود. الان این ماشینی که پیاده روها رو درست میکنم ممکنه بیر از روش رد شده. اول اومدم از این چیزا بردارم، یه چیز گنده یه برف اینجاست، بعد دیدم زرده
بکنم یه سگی چیزی داشته رد نشده و کاپشن خیس شده و این